سرسبز و خجسته چون بیدم، تن شسته به نور خورشیدم، از پای نشسته را بر سر فرض است که سایبان باشم. دامن ز طلب فراچینم، فارغ ز چراغ بنشینم، انسان همه جا عیان بینم، با خلق چو مهربان باشم. من خمره خویش بشکستم، از بند نفاق وارستم، گفتم چو در این جهان بد هستم، دل بسته این جهان باشم. انگار که ناگهان مردم، یا همچو شرار افسردم، امروز که زنده ام باید سرزنده چو زندگان باشم. مگر ما چه میخواستیم؟ میخواستیم چه کنیم یا چه بگوییم؟ میخواستیم بگوییم ما نویسنده ایم و میخواهیم بیندیشیم و بنویسیم، اما آزاد، اما بی هراس از تیر غیب که برخی از ما را خلاص کرد. اما گفتند ممنوع، بنویسید و امضا کنید که دیگر ننویسید و امضا نکنید. قانون بی قانون، نویسندگان بی نویسندگان، هم بعضی هم نوشتند و اگر نه چه می کردند؟ حکم حکم حاکم است. محمد بختاری و محمد جعفر پوینده را می گویم، همانها که دو تن از هفت نفری بودند که قرار بود از نویسندگان دعوت کنند که منشور قانون را امضا کنند. سرانجام روز چهارشنبه 18 آذر 9 دسامبر جنازه مختاری را که چند روز پیش از پشت کارخانه سیمان شهر ری به پزشکی قانونی منتقل شده بود به خانواده‌اش تحویل می‌دهند. عصر همان روز می‌شنوم که پوینده گم شده است. دیگر نمی‌خندم، دیگر نمی‌گویم مگر بچه 2 ساله بوده. با مشت به سرم می‌کوبم و گریه را سر می‌دهم. خبر رسماً در تهران منتشر می شود، جنازه را در شهریار یافتند، خفه شده، عیناً مثل جنازه مختاری. می گویم صداها را خفه می کنم. باز به خود می گویم اگر در ماجرای سعیدی سیرجانی خاموش نمانده بودیم، اگر مرگ میرعلایی و تفضلی و قفار حسینی و زالزاده را آسان نگرفته بودیم، اگر کار فرج سرکوهی را جدیتر دنبال کرده بودیم، اگر نفس میکشیدیم، اگر فریاد میزدیم، حالا ناگزیر نمیشدیم که روی نعش 2 شهید تازه، بنیان تازه‌ای برای کانون نویسندگان ایران برپا کنیم. شاید این بنیان معبدی است که خدایانش از خون قربانیان مست می‌شوند، اما من از اطاعت خدای خونخوار بیزارم. بیزارم از ریاها و تزویرها، چه کسانی می‌کشند و به نام دین می‌کشند؟ چه کسی مباح می‌داند ریختن این خونهای لعل فام را که سوزندگیشان زمین را می‌خراشاند و خفه کردن این فریادهای حق را که پس از خاموشی جهان را می‌خروشاند؟ چه باید بگویم؟ ماموران امنیتی می‌کشند و شهر را به ناامنی می‌کشند. برای چه؟ به دستور که؟ عجب، هفته پیش اعلان شد که ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در ماجراهای اخیر دست داشتند. نمک گندیده است و پیش نماز. Au nom du jury du prix Simone de Beauvoir 2009, je vous transmets et je vous remets un diplôme, le diplôme du prix 2009, et un rouleau qui explique nos raisons, notre affection et notre... Bravo.
من خیلی باید یادآور زنهای کشورم باشم که برای کمپین 1,000,000 امضا نهایت فداکاری را داشتند. بسیاری از آنها هنگام جمع آوری امضاها گرفتار زندان شدند. بسیاری از آنها مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند. معهازا از پای نایستادند و هنوز مشغول فعالیت هستند. کمپین 1,000,000 امضا هیچ نوع جایزه نقدی را قبول نمی کند و نقدینه این جایزه را در اختیار نهاد سیمون دو بوار قرار می دهند تا به هر نوع که می دانند در راه خیر خرج بکنند. اما با افتخار تمام، با نهایت خوشحالی و سربلندی از اعطای این جایزه به کمپین خوشحال است هم ملت ایران و هم زنانی که برای این کمپین کار می کنند و سپاس خودشون رو خواهش کردند که توسط من به شما ابلاغ بشه و برای این کمپین آرزوی توفیق زیاد می کنند و برای نهاد سیمون دو بوار آرزو می کنند که حتما سالهای سال پایدار باشه و چندین قرن این جایزه رو بتواند اعطا کنند. این مردم ایران دوست دارن تون تون رو من لقب بدن. وقتی جوانتر بودیم غزال غزل میخوندن، یه خود این بهتر شد میخوندن نیمای غزل، بعدش گفتن نمیدونم بانوی غزل، بعدش گفتن بانوی شعر، بعدش گفتن حالا همطوری تا برسیدیم به سیمین دو سیمین سبوار و بعدش هم سفیر شایسته فرمودید، دختر شایسته داشتید، سفیر شایسته. ز گوشه خاموشی ستار کهنه برکش، سرودی از جوانی به پرده جستجو کن. چه بود آن ترانه؟ ولی به یادم آمد ترانه ز دستم گلی بگیر و بو کن. سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری بخند و های و هو کن. سوار چون درآید در آستان خانه، گلی بچین و با دل نثار پای او کن. سوار در سرایت شبی به روز آرد، دهد به هرچه فرمان سر از ادب فرو کن. سحر که حکم قاضی رود به سنگ سارت، نماز عاشقی را به خون دل وضو کن. 1,000,000 1,000,000 میدونی چقدر؟ هزار نفر میخواهیم بدانیم که بگوییم که هزار نفر ما را برحق میشناسند. بنابراین هزار نفر به جای دو نفر یا چهار نفر شاهد داریم که حرف ما حرف درستیست. دنیا هم خواهد شنید. بعد تا ببینیم که جواب از آن سوی چه خواهد آمد، اون هم باز چاره خواهد داشت. ما بایستی راه نمای حکومت هامون باشیم. چرا باید حکومت بر ما به اصطلاح تسلط داشته باشه؟ اینها رو اگر ما بدانیم میتوانیم پیروز بشیم. شاید شما تو دلتون میگینیم زن چرا این حرفا رو میزنه؟ مگه قول شده؟ نه قول نشدم، من فکر مرگ نمی کنم. این حرفایی که میزنم فکر میکنم که باید زده باشه، اگر نزنم میمیرم.